شمار از کارگران در کابل از آنچه که نبود کار و چالش های اقتصادی میگویند شکایت دارند. این کارگران که بیشترشان کارگران روزمزد هستند میافزایند که از بام تا شام به دنبال کار هستند اما موفق نمیشوند که کار پیدا کنند. با این حال وزارت اقتصاد میگوید که این وزارت راهکارهای تازه را برای فراهم سازی زمینه کار برای مردم روی دست گرفته است. عبدالحبیب یکی از صدها کارگری است که انتظار میکشد تا باری کسی را با کراچیش به جای انتقال بدهد. اما میگوید که روزها در انتظار کار است و بسیاری از روزها دست خالی به خانه برمیگردد. صد یک نیم صد رپا کار میکنم ما که او را فقط اما ای طرف شو میخورم دو وقتی دیگه من اما حال اولادم قدی گشنه است. نه کار است نه بار است نه دیگه فقط بینجا روز تا بگاه که پس برو خانه. پنج و شش مو میبینه کار نیست روزگار نیست. هر کنم گفتن ده فلا ایال فامیل ما جوری داریم نجوری داریم کرای خانه داریم. مواد قیمت است. در این میان وزارت اقتصاد میگویند که راهکارهای تازه را برای فراهم سازی زمینه کار برای مردم در کشور روی دست گرفته است. در حال حاضر با کمپانی های ایرانی، چینایی و ترکی وارد تعامل هستیم که اینا پروژه های خود را داخل افغانستان بیاره و از این طریق ما بتانیم به ایجاد اشتغال کمک بکنیم. بیکاری عمدتاً در فصل زمستان یک نوع بیکاری فصلی در افغانستان همیشه وجود داشته. یک از علتهایش است. ولی علت دومی از این در حقیقت اون مسئله در حقیقت ناهنجار اقتصادی است که در حقیقت سرمایه گذاری وجود نداره و در پلوش هم تمام پروژه های انکشافی بسته است و در پلوش هم همچنان حرکات اقتصادی وجود نداره. با قطع کمک های جامعه جهانی به افغانستان بیکاری و فقر بیشتر دامنگیر مردم شده است. به تازگی سازمان ملل متحد با نگرانی از گسترش فقر و نادری در کشور خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده است. در همین رابطه بیشتر صحبت می داشته باشیم با عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد اینجا در استودیو حضور پیدا کردن. آقای حبیب سلام، خوش آمدین به برنامه. شما هم گزارش را دیدین، مردم همواره شکایت دارن از نبود کار، از چالش های اقتصادی که صد راهشان قرار داره. چرا تا هنوز به صدای مردم لبیک گفته نشده؟ تشکر از شما. طوری که به شما بهتر معلوم است، موضوع اشتغال و فقر ای دو پدیده ناهنجاری است که دامنگیری مردم کشور عزیز ما شده و عوامل مختلف سبب بروز از این وضعیت است. درست. شما اگر به ارقام قبلی مراجعه کنید، سروی که توسط بانک جهانی در سال 2017 صورت گرفته است، 24% از مجموع نفوس مستعد به کار ما را میزان بیکاری 24% گفتن، یعنی 24% از این مجموع بیکار است. درست. و در ضمنش ارقام نشان میده که بیشتر از 100,000 تن از کسایی هستند که اینا به شکل روزمزد کار میکردن و بیشتر از 450,000 نفر دیگه هم در اصناف مختلف مصروف کار بودن. با محدودیت منابع مالی و منجمد شدن سرمایه ارزی افغانستان و کاهش در فعالیت های اقتصادی و بسته شدن موسسات که قبلا در اینجا کار میکردن، توقف پروژه انکشافی و ده ها عامل دیگر سبب شده تا درست. میزان بیکاری افزایش پیدا کنه و در پلویش قدرت خرید خانوار یا مصرف کننده هم کم میشه که بالای وضعیت اقتصادی خانوار و هم در مارکت تاثیرات خودم داشته باشه. آقای حبیب، ما مشخصا پرسش ما این بود، خب درست است این همین عوامل سبب شد که بیکاری به چالش های اقتصادی فراوان سر راه مردم افغانستان قرار بگیره. وزارت اقتصاد چه کرده در این مدتی که مردم حتی اطفالشون را به فروش رساندن؟ در سوال بیشتر شما در مورد وضعیت بیکاری بود، سوال که وزارت اقتصاد چه برنامه های به خاطر محل بیکاری یا در همین مدت چه در کرده؟ مدت یک طرز عمل رویش کار شده که در اینجا ما بتانیم از این طریق طرز عمل همی کمک های بشری که از طریق سازمان ملل متحد و موسسات همکارشان صورت میگیره. تا به حال را دو نشست به سطح وزیرا صورت گرفته و کمیته های تکنیکی ایجاد شده در سطح مرکز و ولایت. تا یعنی تازه رویش کار صورت گرفته، رویش کار صورت گرفته و کمیته های تکنیکی کار میکنه. به زودی یافته های خود هم بس تکنیکی شد، دوباره هم برای با 7 وزارتخانه ای کمیته ایجاد شده و یه پیشکش میشه به
شورای وزیران با بخش شورای اقتصادی شورای وزیران در اونجا پاس میشه و قابل اجرا میشه. کارای تکنیکیش است. جلسات مقدماتی به سطح وزیر صاحب اجرا شده و تیم تکنیکی به زودی یافته ها و کار و طرز عمل خود. چون شما میدانین مردم در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارن، با زودترین فرصت براشان باید کار صورت بگیره. چقدر زمان خواد برد این طرز عمل شما؟ خب زمان اگر قید کنیم میشه به زودی، شاید بسیار زود این طرز عمل با در نظر داشته می وضعیت حاکمی که ما هم میفهمیم که جامعه ما در مجموع مردم ما با مشکلات اقتصادی بسیار زیاد مواجه هستند و از هر نوع از فرصت ممکنه در قسمت استفاده میشه، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی، تا بیشتر و خوبتر و خب همین برنامه را شما برای اشاره کردین، این بر کوتاه مدت است یا دراز مدت؟ خب فعلا ما باید روی برنامه های کوتاه مدت اولویت بدیم، چون وضعیت اقتصادی ایجاب میکنه که ما تصمیمات آنی داشته باشیم تا به مردمی که آسیب پذیر است و مشکلات اقتصادی داره به رسیدگی شود. ولی در پهلوش برای برنامه های میان مدت و دراز مدت هم کار صورت میگیره و جریان داره. میشه که در این قسمت یکی هم اونمو ارزیابی پروژه انکشافی که قبلا در حالت نیمه کار باقی مانده و تطبیق نشده، یک بحث کاری است که ما برای میان مدت و پروژه را ارزیابی کنیم، پروژه‌ای که مسئولیت اقتصادی داره و از لحاظ اشتغال شغل ایجاد کنه و هم عواید ملی را تقویه ببخشه. برای آغاز دوباره از این پروژه ها هم تصمیم لازم گرفته شده و شامل بودجه انکشافی شده. درست، شما از طرز العملی که گفتین روش کار میشه بر کوتاه مدت است، برای نمین نیازمندی های مردم افغانستان که فعلا دامنگیرشان شده پاسخگو است؟ خب یک موضوعی است که باید کمک های بشری از طریق سازمان ملل متحد و کشورهایی که کمک میکنه همراه ما و شما، ای به مستحقترین افراد جامعه و آسیبترین قشر جامعه باید برسه. ولیکن شما هم در جریان هستین، تا دو سه ماه گذشته وقتی به ارقام مراجعه میشه به صدها میلیون دلار به خاطر کمک های بشری به افغانستان کمک شده و به ارقام هم به میلیون ها نشان میده که به میلیون ها نفر کمک شده، ولی تاثیرات ازیره اگر دوباره ما در جامعه خود ببینیم، روز به روز مشکلات اقتصادی مردم با آنکه قسمت بسیار زیاد پولی را صحبت میشه که مصرف شده، ولی تاثیر مستقیم کمتر داره بالای وضعیت اقتصادی. بنان از طریق نهایی شدن از این طرز العمل کوشش میشه یا هدف اینمی است که هم همین منابع و کمک های بشر دوستانه به شکل عادلانه و شفاف به مصرف برسه و دوم به مستحقین یا به قشر آسیب پذیری کمک ها برسه. و موضوع سومی است که ساحات مشخص شد، به طور مثال بیشتر کمک ها افغانستان یک جغرافی پیچیده داره، ما شما بیشترین نفوذ کشور ما در قریجات و اطراف در محلات دوردست زندگی میکنه که او مردم مستحق است و برای زو هم کمک شوه و از این کمک ها مستفید شوند. بنان این طرز العمل از امیر بصره که مکنم از 3-4 جهت باید رسیدگی شوه به این مردم تا کمک های بشر دوستان. درست آقای حبیب، خب شما میدانین که وضعیت اقتصادی مردم قبلا هم چندان خوب نبود، میگفتن که گزارش های وجود داشت که 99% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، ولی پس از تحول کلانی که در افغانستان رخ داد در مدت همین 5 ماه وضعیت مردم بیشتر از پیش بد شده. در این همین 5 ماه چرا کنترل نشد؟ وزارت اقتصاد چه کرد؟ در 5 ماه به شما بهتر معلوم است که به خاطر کنترل از این وضعیت به عواید نیاز است. یعنی وقتی که ما سرچشمه های عایداتی کشور سرش بد شوه، شما میبینید که مالیات یا عوایدی را که به دست آمده در 3-4 ماه اخیر بیشتر از با آن که فعالیت های اقتصادی و گمرکی و تجارتی ما کاهش یافته، ولیکن در قسمت اصول عواید دستاورد خوب داشتیم. و ساختن برنامه ها، برنامه مهم است که مطابق به کدام برنامه باید گامای بعدی برداشته شود. فعالیت های شما در مدت این 5 ماه چی بوده؟ در 5 ماه یک بس خوب روی چون آل یک بس اینمی کمک های بشر دوستانه است که
متاسفانه اقتصاد کشور وابسته به واردات و متکی بر کمک‌های کشورهای خارجی بود قبلا، و هر تغییر در سیاست کشورهای تمیل کننده و کشورهای خارجی مستقیما بالای اقتصاد کشور تاثیر خود داشته. بنان در این قسمت چون یک بحث کمک‌های بشری است، ساختن طرز العمل بسیار مهم است تا ما بتانیم همین کمک‌های را که کشورهای خارجی به شکل کمک‌های بشردوستانه با ما شما شریک می‌سازه و به افراد مستحق برسه، و ضمن از این کمک‌های بشری هم پاسخگوی بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمیشه. ما شما وقتی به رفاه اقتصادی می‌رسیم که از یک اقتصاد مصرفی به طرف تولید بریم، و تولید شدن یک کشور لازم است که برای او برنامه‌ها و پالیسی‌های اقتصادی ساخته شد. که در این قسمت کار جریان داره، انشالله که به زودی دستاورده وزارت اقتصاد همراه شما و از طریق شما با مردم شریک میشه. درست، شما از پروژه های صحبت کردن که روی کار است و ناتکمیل مانده، میتونه زمینه شغل و کار را ایجاد بکنه بر مردم افغانستان. میشه بیشتر جزئیات بتن زمینه کار را چطور مساعد میسازه، چقدر میتونه مفید واقع شه در قسمت اشتغال زایی؟ با شما بهتر معلوم است که طی همین یک هفته گذشته مسئولین امارت اسلامی به خاطر بهبود مناسبات اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک سفرهای داشتن به خارج از کشور، به کشور ایران سفر داشتن، و فعلا هم هیئت از امارت اسلامی افغانستان در ترکمنستان مصروف همین بحث است، در اونجا هستند. اینمی اقداماتی است که از بود دیپلماتیک و از بود سیاسی تلاش میشه تا مناسبات با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و در مجموع با تمام کشورهای جهان بهبود پیدا کنه. خب اگر راه های دیپلماتیک را کنار بگذاریم، وزارت اقتصاد شما گفتین که پروژه های را روی دست دارن که میتونه زمینه کار را ایجاد بکنه بر مردم افغانستان. اینمی کدام پروژه هاست؟ میشه به طور مثال اگر اجازه بدین در این مورد همین بحث مربوط به این مورد بشه. به طور مثال شما پروژه تاپی را ببینید. پروژه تاپی یکی از پروژه هایی است که این شامل سند بودجه افغانستان هم شده، و این صدها هزار شغل در اینجا ایجاد میشه، و از لحاظ منابع مالی هم به شما بهتر معلوم است که سالانه بیشتر از 400 تا 500 میلیون دلار به عواید ملی ما اضافه میشه، یعنی یک بر چهارم اونمو عواید داخلی کشور ما را تشکیل میده. بنان وزارت اقتصاد با هماهنگی وزارت های سکتور اقتصاد و تمام ادارات سعی می نماید، کوشش می نماید تا روی پروژه های زیربنایی که او هم شغل ایجاد شود و هم از لحاظ عاید ملی اضافه شوه یا به دست بیاید از او طریق، و هم بالای وضعیت اقتصادی تاثیر مستقیم داشته باشه و پروژه باشه که اینا دوامدار باشه، از پروژه باشه که به شکل زیربنا بر افغانستان مؤثر واقع شوه و کار جریان داره. فعلا بحثی که در ترکمنستان مسئولین امارت اسلامی در بخش همکاری اقتصادی روی دست گرفتن، بخش ایجاد یا اعمار خط ریل می باشه که یک پیامد خوب اقتصادی داره، و در ضمنش میشه که از این طریق ما نقطه وصل ما با آسیای مرکزی با آسیای جنوبی باشه، و در آینده هم از این پروژه برای سالهای متمادی ما هم عواید به دست بیاریم و با تطبیق از این هزاران نفر صاحب کار میشن و صاحب شغل میشن. درست آقای حبیب، با عنوان پرسش اخیر، شما چی خبر خوشه برای کسایی دارن که نمیال خانواده های هستن که نان خوردنشون را ندارن، در بدترین وضعیت اقتصادی زندگی میکنن، اطفالشون را به فروش میرسنن، چی پیام دارن بر کوتاه مدت که بتونه تغییر در دسترخانشان بیاره؟ با همه امکانات، با هر فرصت ممکنی که پیش می آید، برای یک تعهد وجود دارد خصوصا در وزارت اقتصاد و در مجموع در تمام وزارت ها و تشکیل امارت اسلامی افغانستان که از هر فرصت ممکنه استفاده میشه و راهکارهای روش کار میشه تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شوه و زمینه کار و اشتغال برای مردم فراهم شوه و از وضعیت ناهنجار اقتصادی به شکل دوامدار ما خلاص شویم و صاحب کار، روزگار و تولید کشور خود باشیم، که انشالله در این قسمت کار شروع شده، کارهای عملی انشالله که به زودترین فرصت ما دستاوردهای خود از طریق شما با مردم شریک میشیم. تشکر آقای حبیب، ممنون که در برنامه حضور پیدا کردید. بخیر باشید. سلامت.